حمله موشکی به مواضع و انبارهای رژیم ایران و حزب الله در سوریه. مایکل مککال، برنامه رژیم ایران برای ربودن سربازان آمریکایی دلیل اعزام ناوگان نظامی به منطقه است. شماری از سناتورهای آمریکایی طرحی برای حمایت از قربانیان تروریسم رژیم ایران ارائه کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد مطبوعات دولتی سوریه گزارش کردند که چندین انفجار در دمشق پایتخت سوریه شنیده شده است. آنها گفتند دفاع هوایی علیه موشکایی که از جهت اسرائیل می آمدند شلیک کردند. رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن به آسوشیتد پرس گفت حملات منطقه الکسوه را هدف قرار داده است که مواضع و انبارهای رژیم ایران و حزب الله لبنان در آن قرار دارند. مایکل مککال عضو مجلس نمایندگان آمریکا به روزنامه USA Today گفت دریافت اطلاعاتی درباره برنامه رژیم ایران برای ربودن و کشتن سربازان آمریکایی دلیل تشدید تدابیر امنیتی ارتش آمریکا در منطقه و اعزام ناوگان نظامی به خلیج فارس بوده است. به افزود تا جایی که من میتوانم درباره آن بگویم واکنش آمریکا بر مبنای اطلاعات انسانی است. مقام‌های اطلاعاتی آمریکا دریافتند که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با شبه نظامیان متحد رژیم ایران در منطقه دیدار داشته و گفته است ما آماده یک جنگ نیابتی و هدف قرار دادن آمریکایی‌ها هستیم. سناتور تام کاتن به همراه شماری دیگر از نمایندگان سنای آمریکا طرحی را ارائه کردند که به موجب آن شهروندان آمریکایی که قربانی تروریسم رژیم ایران هستند بتوانند در دادگاه شکایت کرده و غرامت درخواست کنند. سناتور تام کاتن گفت در جریان عملیات تروریستی سال 1983 از سوی عوامل دست نشانده رژیم ایران 241 آمریکایی کشته شدند. طرح ما کمک می‌کند تمامی خانواده قربانیان از پولی که رژیم ایران پولشویی کرده بتوانند غرامت بگیرند. خبرگزاری رویترز اعلام کرد صادرات نفت ایران در ماه میلادی جاری به حدود 500 هزار بشکه در روز یا کمتر از آن سقوط کرد. اطلاعات مربوط به نفتکش‌ها و گفته‌های چند منبع در بازار جهانی نفت نشان می‌دهد رژیم ایران در نیمه اول ماه می بین 250 تا 500 هزار بشکه نفت در روز صادر کرده است. بر اساس این گزارش، محموله‌های نفتی به قصد کشورهای آسیایی بارگیری شدند. اما هنوز مشخص نیست خریدار آن کیست. یک جوان سیل‌زده از اهالی حمیدیه در استان خوزستان فریاد اعتراض خود را علیه کارگزاران دزد و غارتگر رژیم بلند کرد و گفت یکی به دادمون برسید، ما به ایرانی نیستیم، ما خوزستانی نیستیم، چرا کسی به من نگاه نمی کنه؟ چرا همه ما در عکس گرفتن و برگشتن؟ چرا ما این دو ماه تو جنگلی با ما حیوانی بگید ما ایرانی نیستیم؟ در حق این مملکت ما کاری نکردیم، ما وقت کشت سده ده تومن گندمو می خریم، وقتی که می خواهیم بفروشیم حتی تومن می فروشیم چیزی گفتیم؟ الان هیچی نمی خواهیم، بابا به پیغمبر نه خونه می خواهیم، نه وسیله می خواهیم، نه هیچی نمی خواهیم، فقط یه تیک زمین خواستیم از بنابع طبیعی. بابا روستامون داغون شده، هر بار سیل می زنه، این سه بار سیل می زنه، بابا ایرانی نیستیم بگید برید بیرون، حقی نداریم از این مملکت. ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی جمعی از شهروندانی که در اعتراض به خشونت علیه زنان در روستای کلان در نزدیکی شهر مریوان تجمع کرده بودند را دستگیر کردند. بنا به گزارش‌های منتشر شده از سرنوشت 6 تن از دستگیر شدگان اطلاعی در دست نیست.